دادستان تهران درباره احضار یکی از ادمین های کانال های تلگرامی که مدعی شده بود در هنگام حضور در دادسرا همسرش بدون هیچ حکمی بازداشت شده گفته اتهام این خانم همکاری با سایت های ضد انقلاب بوده. تحقیقات شروع شده. دولت آبادی میگه تعداد افراد در خصوص حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدن که انتشار جزئیات دستگیر شده ها منوط به تکمیل تحقیقاته. اما بشنوید از اهانت به رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس، اقدامی که پای دادستانی رو وسط کشیده. سایر سران قوا هم وجود داشت. دادستانی تهران مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی داشته باشه حتما ورود میکنه. اما حادثه روز اولا چون جرم مشهود بوده و در مرعا منظر مأمورین بوده، پلیس مکلف بوده که گزارشش بلافاصله برای دادستانی ارسال کنه. ما امروز یک نامه ای به فرمانده پلیس تهران بزرگ و معاون وزیر اطلاعات مرقوم کردیم که نسبت شناسایی و معرفی عوامل حادثه دیروز اقدام کنند. اما امیدوارم این حساسیت راجع به اهانت به سایر سران قوا هم وجود داشته باشه. دیروز در گوشه ای از این راهپیمایی عظیم که فارغ از گروه بندی سیاسی هر چه فریاد بود بر سر صهیونیست ها کشیده شد، عده‌ای مسیر را گم کردند و برخی مسئولین را مخاطب شعارشان قرار دادند. اینجا هنگام حضور رئیس جمهور در راهپیمایی شعارهایی در مسیر روز قدس، اما خلاف اهداف، اقدامی که قطعا ناپسند و محکوم و خلاف منافع و مصالح ملی است. این موضوع بلا فاصله در فضای مجازی بازتاب داشت و برخی از رسانه ها را از مسئله فلسطین منحرف کرد. حالا داره دچار تضادهای داخلی میشه. عده‌ای علیه رئیس جمهوری ایران شعار دادن. حزب اللهی و غیر حزب اللهی، چپی و راستی، این رفتار را محکوم کردند و گفتند که مورد تایید نظام ایران نیست و حتی سخنان رهبر موجب نشود که حالا یه عده‌ای را گفتن براکنن علیه این و اون شعار دادن. نه، بنده با این کارم مخالفم. میبینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است، اینا به نفع نیست. این شعار دادن ها کاری از پیش نمیبرد. نگه دارید این خشم ها را، این احساسات را برای جای لازم. همه گفتن اکنون کشور نیاز به این حضور دارد، نه حاشیه هایان، چرا که تجربه نشان داده زمانی که میرفت ناامنی های منطقه و تهدید دیگران دامن ایران را بگیرد، همین وحدت و همین حضور عقب نشینی کسانی را به همراه داشت که دنبال این فرصت بودند. پرسشی هم البته مطرح شد، مردم که همیشه در صحنه‌اند، اما فعالین سیاسی و مسئولینی که تریبون دارند چگونه نقش خود را در حفظ این وحدت ایفا می‌کنند؟ آیا با در نظر گرفتن اولویت‌ها آرامش را به جامعه می‌آورند، و یا اینکه خدایی نکرده با سخنان تحریک‌آمیز جامعه را به سمت دو قطبی شدن سوق می‌دهند؟ نیاز کشور فعلی اتحاد، آرامش، 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 همبستگی و اتحاد در مقابل دشمنان است. اگر وحدت باشه همه مسائل، هم از اقتصادی، مسائل دفاعی و بقیه چیزات حل بشه. مهمترین مسئله کنونی کشور حفظ وحدت و یک پارچگی به انسجام درونی کشور است. حفظ اتحاد و همبستگی، اشتغال، امنیت الان مهمترین چیزیه که احساس میشه. بعدش اتحاد بین مسئولینه، وحدت و همبستگی بین مردم و مسئولین. فعالین سیاسی و مسئولین این را هم باید مد نظر داشته باشند که امروز مهمترین دغدغه و خواست اصلی مردم چیست. مردم از مسئولین خواستار پیگیری موضوعات و مشکلات اصلی هستند و نه اینکه حاشیه ها و موضوعات فرعی جایگزین موضوعات اصلی و متن شوند. مهمترین مسئله کشور ما اشتغاله، که جوانهای ما واقعا بیکارن. ما خیلی فرق تحصیل بیکار داریم. اقتصاد کشور، جوانها خب نمیتونن ازدواج کنن، اینا خب مشروعات اساسی مملکت ماست. نیاز کشور رو در بحث اشتغال به خصوص جوانان برطرف کن. باید مسئولی یک فکری درباره اقتصاد جامعه بکنه که یک پویایی پیدا بکنه. شغل برای جوانان، گرانی الان داره بیداد میکنه. مهمترین مسئله مسئله اقتصادیه. بیکاری جوونا واقعا هیچ فکری به حالش شده. امنیت هست که خدا شد. شرایط کنونی منطقه که در آتش ناامنی و توطئه‌های رنگارنگ تفرقه آمیز می‌سوزد و همچنین شرایط بین المللی و خط و نشان‌هایی که برای نظام اسلامی کشیده می‌شود،
همه یک پیام دارد و آن هم چیزی جز حفظ وحدت و انسجام داخلی و بستن منافذ مورد طمع دشمن در داخل نیست. امروز روزی نیستش که حاشیه‌ها